بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در یادواره شهید ابراهیم هادی. موضوع رفاقت با شهدا. 19 بهمن ماه 1396 تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. شاید کسی اون دنیا با ما کاری نداشته باشه، چرا این دعا رو انجام ندادی، چرا نخوندی؟ اما به غیر از البته صلوات، دعایی که واجب است و اگر ما آن دعا رو نخوانده باشیم و آن دعا رو انجام نداده باشیم، آن درخواست رو از خدا نکرده باشیم، قطعا باید پاسخگو باشیم. اهدنا الصراط المستقیم است، به این معنی که ما نماز نخوندیم. اگر کسی این دعا رو انجام نداده باشه، نخونده باشه، یعنی که نماز نخونده. طبعا از این حیث باید پاسخگو باشه. در طول سالیانی که از آمدن اسلام می‌گذرد، بحث‌های فراواری راجع به این شده که این صراط مستقیم چیست، ماهیتش چیه، و این صراطی که در قرآن می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی است که به اونها نعمت داده شده، این کسانی که بهشون نعمت داده شده چه کسانی هستند. در روایت داریم که امیرالمومنین می‌فرماید انا صراط المستقیم، یعنی اگر پیرو من علی بودی من صراط المستقیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید نحن صراط المستقیم، ما صراط المستقیم هستیم. در مورد صراط الذین انعمت علیهم بحث ها شده. من یک روایت میگم و عرض خودم رو شروع میکنم. اینکه صراط الذین انعمت علیهم یعنی امام حسین، یعنی امام حسینی ها. سوره نساء آیه 68 و 69 این معما رو باز میکنه برای ما، یعنی باید بر ما سوال میشه در هم در فاتحه کتاب که شروع میکنیم قرآن رو، میگیم خب اینا کیان؟ خود قرآن جواب میده. آیه 68 دوباره تکرار میکنه لهدیناهم صراطا مستقیما. لهدیناهم تأکید داره، یعنی آره ما اینا رو هدایت میکنیم در صراط مستقیم. سوال میشه اینا کیان؟ 69 جواب میده و آیه ای که بنده میخوام بحثم رو با این آیه شروع بکنم، آیه معروفیه، شنیدید؟ نکات جالبی درش داره. حتما اهل مطالعه هستید، اهل منبرید، خودتون مستحضرید. اما برای خودم میگم در درجه اول. بفرمان و من یطع الله و رسول، اون کسایی که اطاعت بکنن از خدا و رسولش، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کسایین که خدا بهشون نعمت داده. و اونه کیان؟ خدا بهشون نعمت داده. من النبیین، پیامبران، و صدیقین، صدیقین و شهدا و صالحین، شهدا و صالحین. حسن اولئک رفیقا، عجب رفیقایی، خوش به حال اون کسایی که اینا رفیقاشون میشن. این آیه با این که بحث رو روشن کرد که صراط الذین انعمت علیهم کیان، منتهای یک مناقشه جدیدی رو باز کرد، یه بحث جدید رو باز کرد. خب این نبیین متوجهیم، یعنی پیامبران، صدیقین کیان؟ از اونجایی که پیامبر گرامی اسلام فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، ما ترک من آنچه از من باقی است همین ها، سراغ نابه، سراغ اهل بیت میریم، از در خونه اهل بیت میپرسیم اینو چیان. معصوم فرمود فمنا النبی، اون نبی از ماست. در روایت دیگر اشاره شد مراد از نبیین پیامبره. از صدیقین باز فرمود من صدیقین، ما از ما سنم. و اشاره شد به صورت ویژه وقتی داره صحبت از صدیقین میشه مراد امیر مؤمنانه. میدونید لقب ایشون صدیق اکبره و در منابع برادران اهل سنت همین آمده که صدیق اکبر لقب امیر مؤمنان بود. بعدها باز این رو هم که عرض میکنم در منابع برادران اهل سنت اون آمده که لقب صدیق توسط یهودیان شمال مدینه به یکی از صحابه داده شد.
و الا آنچه که از زبان پیامبر بود، صدیق اکبر، فاروق اعظم، هر دو مورد است که در منابع برادران اهل سنتمون هست. از شهدا دوباره معصوم فرمود و منا شهدا، دیگه خانواده اینن دیگه. رسید به الصالحین، اینجا معصوم فرمود و منا الصالحین، اون صالحین هم باز مایی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله دیگه، امیر مؤمنین صدیق اکبر و حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره. اگر صحبت از شهادت سید الشهدا از این خانواده، اگر صحبت از صالح بودن ابا صالح از این خانواده است، همه چی در درجه اولا و اول خودش در این خانواده خلاصه شده. اما در روایت دیگر این رو باز کرد و سهم ما چیست؟ فرمود شما هم از اینا سهم میبرید، شما میتونید از شهدا باشید، شما هم میتونید از صالحین باشید. و اون موقع پیامبر مثلا فرمود همین حمزه عمو از شهدا، از صالحینه. یک نکته جالب این آیه داره که فقط اینو باید آدم بگذاره کنار یه آیه دیگه که معما حل بشه، که ببینیم رفیقا کیان و چه ویژگی داشتن. شاخص طبعا این بوده که یوت الله بوده، یعنی اینا اطاعت از پیامبر کردن، پیامبر و رسول کردن. متصوری توبا آیه 24 بارها بنده اینو در سخنرانی عرض کردم، خیلی آیه عجیبی است، آیه تمییز منافق و فاسقه. الا میگن آقا مؤمنیم یا نه، میگم این آیه رو بخونید ببینید دارید یا ندارید این ویژگی ها رو. میفرماد قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون بود، من همین الان که دارم عرض میکنم تو ذهن شریفتون بیارید، پدران چه از دنیا رفته باشن و در قید حیات نباشن، اون حسی که به پدرمون داریم، و ابناؤکم پسراتون، حالا عامتر بخوایم بگیم فرزندانتون، و از اخوانکم برادرانتون، خواهر برادرتون اینطور بگیم عام بخوایم بگیم، و از ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم فامیلاتون، قوم و خویشتون، ترک و فارس و عرب و عجم بودنتون، و اموال و اقترفتموها، اموالی که به دست آوردید، یه موبایل دارید، یه ماشین دارید، یه لپتاپی دارید ها، و تجارتون تخشون کسادها، اون تجارتی که میترسید کساد بشه، میگن آقا دلار داره میره بالا، ریال نگه داریم یا نه، ها سکه خریدیم چیکار بکنیم، این تجارتایی که راه انداختیم، و مساکن و ترضونها، و اون خونه هایی که همچین راضی هستی توش، بالا سر در سردر خونه زدی هازا من فضل ربی. هشت مورد رو ذکر کرد. مراد تعلقات شما اگر احب الیکم، محبوب تر باشه. ببین خود خدا میفرماد محبوب تر، در این که اینها محبوبه شکی نیست. مگه میتونه نفر باباشو دوست نداشته باشه، فرزندشو دوست نداشته باشه؟ نه، محبوب تر از چی؟ من الله، از خدا و رسوله و رسولش. این قابل سنجش نیست. آقا خدا رو دوست دارم، چطور با چه معیاری باشه خط کشی میشه سنجید؟ اما تو گزینه سوم حل میشه، میفرماد و جهاد فی سبیله، و اگر از جهاد در راه خدا، این هشت موردی که ذکر کردم، این تعلقات تو بیشتر دوست داشته باشی، صحبت بیشتر دوست داشتن است، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین، بدون هدایت پذیر نیستی فاسقی. این آیه رو وقتی میذاریم کنار همین آیه 69 سوره نساء، اونجا هم صحبت چی بود؟ یطع الله و رسول. چه بخشمون؟ جهاد. یعنی با کنار گذاشتن این دعایه کنار هم، قرار دادن این دعایه کنار هم، میفهمیم آقا راهی جز جهاد نیست. و اگر میخوای تو صراطی باشه که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت داده، چاره جز این نیست. اما یه سری نکات جالب داره، اگه این آیه رو چند بار مرور بکنیم نکات جالبی میاد. اولا اینکه باید معیار رفاقت رو حتی در دنیا هم همین قرار بدید، با کسایی رفیق بشید که مطیع خدا و رسولشه، با کسایی رفیق بشید که چه چیز بینشون دوست داشتنی تره، براشون دوست داشتنی تره، احبه، خونهشون، ماشینشون، زن و بچهشون، یا امر خدا. آقا جان تعارف نداریم، بیایم با آیه قرآن امام حسین رو بسنجیم. چی فرمود؟ آباؤکم پدر شهید، ابناؤکم پسرا شهید، از علی اصغر تا علی اکبر،
از 6 ماهه تا جوان رعنا شده. و اخوانکم، برادران شهید، ازواجکم، همون هایی که به اسارت برده شدن، میگن حضرت رباب به سال نکشید. در صدر اسلام ازدواج سریع صورت میگرفت، مثل ما نبودن. اینقدر براشون عجیب بوده چند تا زن رو در تاریخ نقل کردن که اینا ازدواج نکردن. یکیش حضرت ربابه، میگن یک سال بعدش زنده بود، میرفت توی آفتابا مینشست، میگفت من حیا میکنم برم زیر سایه، وقتی که آدم پیکر مطهر میفتن که زیر آفتاب. بزرگوار دیگری که تاریخ نقل کرده حضرت ام البنینه، همسران امیرالمومنین رو جمع کرد و فرمود من بعد از علی سایه هیچ مردی رو نمیتونم بر زندگیم بپذیرم، من دیگه نمیخوام ازدواج بکنم. در بین اعراب اصلا این مثل یک بمب خبری ترکید تا جایی که تاریخ نقل کرده، در حالی که به سادگی اونها ازدواج میکردن. همسر امروز فوت میشد، به فردا نگشته طرف زن میگرفت، یا زمانی که خانم عدهش میگذشت شوهر میکرد. و اموال رفتموها، و اموالی که در مدینه رها کرد و تجارتی که نداشت. این نمونه کامل، کاملترین نمونه، تمامترین نمونه خود اهل بیت. وقتی میام یک سطح پایین‌تر، یک گام عقب‌تر از اهل بیت نگاه میکنیم، میبینیم عجب چقدر نمونه های زمینی دوربرمونن، چقدر از اینا شنیدیم، چقدر از این خاطرات خوندیم تو کتاب‌ها، چقدر همرزماشون برای ما تعریف کردن، چقدر تو منطقه همسر شهید عکس بچه رو فرستاد، میگفت آقا مدت‌های عکس رو نگاه، 6 ماه همراهش بود عکس رو نگاه نمی‌کرد، میگفتن چرا این کارو می‌کنه، گویا اگه نگاش کنم می‌ترسم برام دلبری کنه، این بشه احب، این بشه محبوب‌تری، نمیتونم تمام. چند وقت پیش بود در جمع مدافعان حرم جای سخنرانی میکردم، یکی از دوستانشون رو معرفی کردم، اونطور اونجا نبود، گفتن اینجا هم باشه اجازه نمیده این ماجرا رو تعریف کنیم. گفت داستان اومدن ایشون خیلی عجیبه. گفتم چطور؟ گفت زمانی که ایشون میخواست بیاد یک بندی هم اضافه کرده بودن که رضایت همسرم آورده بودن، یه چیزی باز عجیبیه دیگه برای جهان، رضایت همسرم اضافه کردن. بعد این خانم اجازه نمیداده دیگه، خانم هم که میدونید دیگه یک توانایی عجیبی دارن، اگر بخوان از اون بمب اتمشون که در واقع همون قرقر کردنشونه استفاده کنن، کمر رستم هم میشکنه. بعد این کوتاه بود، میگه باش، وقتی رضایت نمیدی امضا رو گفت کار کن. ساعت 3 نصف شب خانم ها بیدارش بود، میگه پاشو برو. چی شد آقا سه نصف شب؟ نه به اون دو قولی ساعت 7 و 8 دو قولی، نه الان به 3 نصف شب شده. گریه میکرده خانم، یا الان جایی هم نمیتونم برم. یه حضرت زینب سلام الله علیه اومد به خوابم، گفت عیبی نداره اگه میخوای این نیا دیده، اما تو روزه های ما هم پس نیا و تو روزه ما اشکم نریز. همه اینها برای اسلام بوده، همه اینها برای خدا بوده. امیر المؤمنان راضی میشه برای حفظ اسلام اسدالله الغالب جلوی چشمانشون اتفاق بیفته. امیر المؤمنانی که وقتی خبر کندن خلخال از پای پیرزن یهودی در الانبار بهش رسید، آمد رفت بالای منبر فریاد زد مردی اگر از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. علی که ظاهرا از حضرت عمار نقل میکنن که یک روز آمد به دارالحکومه فرمود که اما برو این آقا داره سر یه خانمی داد میزنه، برو بهش بگو ساکت شد وگرنه من با ذوالفقار میام. میگه رفتم دیدم یه آقا خانمی سر یک معامله تجاری با هم دعواشون شده، سر خانمه داره داد میزنه. امیرالمومنین که تحمل نداره یک مرد غریبه سر یک معامله تجاری سر یک خانمی فریاد بزنه، شاید هم چه میدونم شاید خانم حتی مهم باشه، میگه حق نداری سر زنی داد بزنی. امیر مؤمنانی که میبینه این اتفاقات جلو چشش میفته، اون فریادها جلو در خونش زده میشه، نه توسط یک نفر، توسط 40 مرد.
اما برای حفظ اسلام سکوت میکنه. بقای اسلام به اینه. حدود 5-6 ماه پیش بود در این محل آمادگی لشکر حضرت رسول، بچه های خوزستان داشتن میرفتن برای سوریه، اومد بودن آموزش بده. یکی از همین دوستانی که ما رو خوزستان دعوت میکنه ایشون هم اونجا بود. من بهش گفتم تو الان 5-6 ماه نمیشه که زن گرفتی، چیکار کردی؟ چطور انقدر تو خونه دیگه ایشون اصرار کرده بود که مادرش بهش گفته بود ایبی نداره، فقط یه بچه از خود به من تحویل بده بعد برو، هیچ دیگه نمیخوام. میگفتش که همین چند روزی گذشت متوجه شده بود که علائم بارداری در خانمش ظاهر شده، رفت آزمایش گرفت، گفته خب اینم چه خب آزمایش ما رفتیم. یعنی فرض بکنید جوانی ازدواج کرده، تازه ازدواج، عروسش رو با فرزند در رحم رها کرده، بلند شده میخواد بره از حرم اهل بیت دفاع کنه. اون مصداق این آیه دیگه میفرماد اینا رو رفیق قرار بدید. چقدر حواسمون است به رفیقای دور و برمون؟ چقدر برای ماشین یه نفر باهاش رفیق میشیم؟ چقدر برای خونه یه نفر باهاش رفیق میشیم؟ چقدر با یه نفر رفیق میشه برای اون رفیق میشیم مهمه برای اون که از چه نژاد و چه قومیه؟ چقدر تو انتخابات هامون اینها موثره؟ من ترکم به ترک رای بدم، فارسم به فارس رای بدم، لورم به لور رای بدم و غیره. ها؟ نقطه مقابلش یادتونه؟ میفهمن این نقطه هدایته، این ایمان، آن طرف فسقه. اگر اینا رو بر جامعه دید فاسقید. نقطه بعدی که از این آیه برداشت میشه که اطاعت از پیامبر در طول اطاعت از خداست، هیچ فرقی نداره. اول الامر هم همینه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. نقطه بعدی این که پاداش تبعیت از پیامبر همجواری با اوست. کسی که اطاعت از خدا و پیامبرش همجوار با اوست. از این بهتر جایی سراغ داری؟ آقا فلانی خونش فلان جای تهران بالا شهره، اون یکی یه جای خوش آب و هوای میشینه، برای یک ابدیت انسان همجوار بشه با پیامبر. کدوم آدم عاقل این رو انتخاب نکنه؟ این عقل این آیه بعدیش خیلی نکته زیبایی داره. آدم قلبش میلرزه وقتی اینا رو میخونه. میفرماد ذالک فضل من الله و کفا بالله علیم. فرماد این فضلی از سمت خداست و کفا بالله علیم، همین کافی خدا بدونه. ویژگی دیگه اینها رو داره روشن میکنه که اینا دنبال این نبودن دیده بشن. دنبال این نبودش که این دوربین اون دوربین فلان دوربین اونا بگیره. دنبال این نبود تو کدوم جمع سخنرانی بکنه چند نفر پای منبرش باشن. دنبال لایک جمع کردن نبودن. دنبال این بود که فقط همین که خدا میبینه کافیست، ندیده شدن توسط اون آقا و خانوم. در مورد ابراهیم رحمت الله علیه اینطور نقل میشه، شنیدید تو خواب؟ همه این من شما حتما کتاب رو خوندید دیگه، های حداقل یه تبرقی کردیم، خاطرات یه گزاره هایی به ذهنمون رسیده. میگه خوشتیب کرده بود به اون هیکل بابالی ورزشکاری داشت میرفت، یکی رفیقاش گفت دیروز اینجوری اومده پشت سر دوتا دختر داشتن از تیپ تو تعریف میکردن. میگه فردا دیدیمش این رفتی شلوار لباس پت و پند و پاش کرده و موها رو نمیدونم یک جور دیگه و میگه من اصلا اساسا برای این نیست که توسط او دیده بشه. عجب اینو بذاری در مقابل سنت، این بدعت تبرج که برج بشی تو خیابون همه نگاه کن و به هر قیمت خودتو به چشم بیاری. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولی خودتون رو تو خیابون تو چشما نیارید. از این آیه فهمیدن که یه جاهلیت اخرایی هم تو راهه، که الان در جاهلیت مدرن اینا رو من عرض کردم، یک جاهلیتی میاد همون موقع هم دوباره مردم میرن دنبال اینکه فقط تو چشم بشن. تو اون زمان کسایی پیدا میشن که میخوان دیده نشن. خدا وکیلی کی محسن حجاجی رو میشناخت قبل شهادت؟ آدمی که بعدها هم هیئتش گفتن آقا این اومد تا ساعتها
قبل بعد از هیئت وای میستاد کارا رو انجام میداد بی سر صدا. آقایون بودن سینه رو میزدن و چایشون رو با آقای مداح میخوردن و بلند میشدن میرفتن. میفهمد کفا بالله علیم، بابا من خدا دارم میبینم بس نیست. علم یه علم به ان الله ارا این میبین خدا یه را خدا داره میبیندت. چقدر در اون مهمه آقای ایکس و ایگریگ و زد ما رو ببینن، رئیس اداره ما رو ببینه، نماز خوندن هم زمانش کم و زیاد میشه وقتی یه نفر داره به اون نگاه میکنه. خدا اینا رو میبینه بسته، اراده بکنه، اراده بکنه. کسی که به نقل از رهبر معظم انقلاب ایشون نقل میکنه در مورد شهید ابراهیم هادی که من کتاب ایشون رو که خوندم خیلی جالب بود، من غریب مضمون عرض میکنم، دیدم ایشون نه سرداره و نه حتی فرمانده گردان، اما کتاب رو که خوندم تا مدتها کتاب از روی میز دلم نمی اومد بذارم تو کتاب خونه. میبینید بعد 30 خورده ای سال از همه دلبری کرده این آدم. آقا بنده من صبح تا شب دارم این شهر اون شهر تو دانشگاه ها میرم سخنرانی میکنم، تو هیئت ها میرم سخنرانی میکنم، عمدتا با جوان سر کار دارم، عمدتا هم جوان ها با من برم. یکی از اسمهایی که این مکرر دارم میشنوم ابراهیم هادی، ابراهیم هادی، ابراهیم هادی. چی شد تو؟ آقا من تغییر کردم. چی شد تغییر کردم؟ یه کتاب خوندم سلام بر ابراهیم. خب زنده است که اثر داره، زنده است که داره کار انجام میده، زنده است که کنش و واکنش داره، از مرده که کار بر نمیاد. ما اینو باور نکردیم، ما نخواستیم بپذیریم، نمیدونم چون اصلا نفهمیدیم، شاید چون اصلا سطح فهممون به این نرسید که اینا نزد خدا عند الله یرزقون. بابا اینا رزق بهشون داده میشه، رزق رو کسی میدن که حیات داره. کسی که حیات داره کنش داره. کجا میفهمی یه نفر مرده است یا زنده است؟ میگه بیا زنده است نفس میکشه، بیا زنده است داره دست و پاشو تکون میده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بابا اینجوری حساب نکنید، اشتباه میکنید، اینا میشنون، اینا میبینن. نه نه نه، فقط این نیست، بلکه کار ازشون برمیاد. من تعصب میخورم برای خودمون که تو این انبان ارثیه پدری مذهبیمون یک چیزی داشتیم تحت عنوان شهدا و یادمون رفت از این وسیله استفاده بکنیم. بنده تو سخنرانی هم بارها عرض میکنم و الان نیست که بگم به خاطر این یادگار این شهید عزیز، بارها گفتم هر کدومتون با یه شهیدی رفیق شید، باهاش عهد ببندید، برید سر مزارش، اگه مزار نداری برید سر مزار یه شهید گمنام، باهاش حرف بزنید، میشنوه، ازش کمک بخواید، ببینید کمک میکنه یا نمیکنه. این عبارت که میخوام بگم خیلی عبارت سبیلیه. یک برهه بود بنده چون خودم کاروان میوردم زیاد راهی رو میرفتم، خدا گواه وزن میپرسیدن امسال هم مثلا بلافاصله مثلا یه ماه هم کربلا رفت هم راهیان نور چطور بود فلان کدوم بیشتر چسبید؟ میگفتم بذار فکر کنم جواب بده. آقا چی داری میگی کربلا راهیان نور؟ میگم آره برق امام حسین قویه 220 ولته، یه موبایل 3 ولتی هم این برق نمیکشه، یه آداپتوری باید، یه شارژری باید، این برق برای من فهم بکنه، به من بفهمونه، من متوجه بشم این یعنی چی. من بعضی موقع اگه مستقیم بس بشم میسوزم. امثال ابراهیم مخصوصا شهید ابراهیم هادی برای من حضرت عباس رو خیلی خوب جا انداخت. نمیدونم این لقب رو به کسی دادن یا نه، برادر عزیز ما دلبری اینجاست، آیا عباس خمینی به کسی تالا لقب دادن؟ من میگم چقدر برازنده این شهیده، چقدر گمنامه، یه گوشه است، کجاست نمیدونم، چقدر حضرت زهراییه،
چقدر مرده، چقدر پهلوونه، چقدر چهرش دلبری میکنه. چقدر حجت تمام میتونه بکنه ابراهیم از خیلی از جوانایی که امروز میگه خوشتیپم، خوشگلم، نتونستم جلو خودم رو بگیرم. قرآن میفرماد فرحین به ما آتاهم الله. بابا اینا خوشحالن از اون چیزی که خدا بهشون داده، نه از اون چیزی که خودشون داشتن. اساسا اینا به این رسیده بودن که چیزی از خودشون ندارن. به ما آتاهم الله آیه بعدیش دیگه من فضله و یستبشرون، اینو شکارن، میگه اینا بشارت میدن به من شما، میشنوید؟ پس اول زندن، دو دارن بشارت میدن. آقا حتما باید صدا بیار. چرا اینقدر ما ماتریالیستی عمل میکنیم؟ چرا اینقدر نگاه مادی‌گرایانه است؟ حتما باید وایس بشنویم، صدا بشنویم. بشارت همینه که من تو امروز اینجاییم. بشارت یعنی اینکه خواسته که من و شما رو دعوت بکنه. تو دفتر داشتم میمدم، تو دمی که از این بچه های دفتر ما موتورش رو در دفتر پارک روی تلق موتورش عکس ابراهیم هادی رو زده. اومدم بالا شروع کردم دعوا کردن. گفتم نکنه این عکس رو زدی که فردا جلو موتور تو گرفتن بگن حالا این باز کار نداشته که موتور تو ول کنی، برو عکس رو بکن. آقا یک ساعت نگذشت یه عزیزی از بچه های سوری ما همه هم کرده بود که کارت دارم، خودش گفته بود کارت دارم. منم گفتم سریع هم میخوام جور. جلسه رو من سریع جور کردم، گفتم لابد دوباره میخوام بره اون طرف. بعد دیدم نه ایشون هم دو عزیز دیگه اومدن، اومدن نشستن و من دهنم باز مونده بود از چی؟ از اینقدر عکس شهید ابراهیم هادی تو دستشون. گفتم چی شده؟ گفت آقا ما از ستاد برگزاری یادواره شهید ابراهیم هادی اومدیم اینجا، میخوام شما سخنران این مراسم باشید. سیگر دادن ابراهیم هادی، کتاب ابراهیم هادی، عکس ابراهیم هادی، برچسب ابراهیم هادی. دستان بردم بالا گفتم غلط کرد. اون عکس هنوز رو طبق موتوره هست. با ما عزیزم به ما گفتش که نه این چه حرفیه، من دوست ندارم از اسم شهدا آمد تو سو استفاده کنم. بشارت میدن، دعوت میکنن. تک تک من و شما دعوت شده اومدیم اینجا. اگر جز این تصور میکنی بریم بیرون. نکته بعدی اینه که میفهمه زندگی جمعی دارن. الذين لم يلحقوا بهم، میگه اینا زندگی جمعی با هم هم اینا بشارت میدن به کسایی که هنوز بهشون ملحق نشدن، دارن برای بقیه، برای ماها دارن بشارت میدن. میگن بابا بلند شید بیاید اینجا، اینجا خیلی خوبه. الله خوف علیهم، اینجا ترس نیست، ولا هم یحزنون، حزنی هم نیست. نکته بعدی که اینا هدایتگرن و علاقه به هدایت دارن. یستبشرون به نعمت من الله و فضل. اینجا یک نکته ظریفی داره که هم نعمت هم فضل نکره استفاده شده و به این معنی که اینا یک نعمتی و فضلی رو سراغ دارن که ما نمیدونیم چیه، ما درکی ازش نداریم. اما قرآن میفرماد حسن الله که رفیقا، با همینا رفیق شید. از امروز تصمیم بگیریم، از امروز تصمیم بگیریم هر کدوم یه رفیق داشته باشیم، یه رفیق شهید. اگر تو نزدیکان خودمون، تو فامیلامون که همه الحمدلله دارن، مملکتی زندگی میکنیم که همه با واسطه بی واسطه خانواده شهید محسوب میشن، درجه یک درجه دو فامیل، و اگر که نه از دریای وجودی و این اقیانوس عظیم این شهدای عزیز بهره ببریم. شهدای بزرگی، گفتم چه بسا عباس امام خمینی زیبنده این شهید باشه، برای خوشگلیش، برای خوشتیپیش، برای بامرامیش. بزرگترین شاخصه شاید بگم حضرت عباس که میدرخشه، خیلی مرام داره. در زیارت نامه حضرت عباس داریم یه الاخ المواسی، مواسی از مواسات میاد، مواسات خیلی چیز عجیبیه.
حسادت یعنی این چیزی من دارم، من ندارم، شما داریم، میگم انشاءالله تو هم نداشته باشی، دست من برسه خرابش میکنم. خوبش اینه که قبطه بخوری، حسادت خوب نیست. قبطه یعنی تو داری من ندارم، میگم اون انشاءالله باشه، خدا برات حفظ کنه، اللهم ارزقنا، ما هم داشته باشیم. از این بالاتر، اینا که واسه بندهای عادی خداست، از این بالاتر ایثاره. این بار برعکس، من دارم او نداره، میرم تقدیمش میکنم. پرسید از ایثار بالاترم هست؟ فرمود بله، مواسات. او این دیگه چیه؟ فرمود من دارم، او ندارد، اما چون نمیتوانم به او برسانم، زمان مکان بین ما فاصله انداخته، من هم استفاده نمیکنم. موقعی حضرت عباس میره تا زیر شکم اسبش توی آب، دست توی آب میزنه اما نمیخوره، میگه من دارم، او نداره. ببین بیمرامیه، بیمعرفتیه. رفیق پا رفیقش وای میسته، رفیقم الان حالش خوب نیست، اصلا قضا زهرمارم شده نمیتونم بخورم، رفیقم مریضه تو بیمارستان، ببینی نمیتونش برسونه ها. بعضی از بچه هستن روز عاشورا کمتر آب میخورن. رفیق یعنی این، رفاقتش رو نشون داد. وقتی امام حسین علیه السلام بالا سر حضرت آمد، حضرت عباس سر رو بر روی زانوی مبارک گرفت، سر رو هی میگذاشت زمین، خیلی هم اونطور که در مقاتل اومده وضع حضرت عباس به زبان امروزی وخیمه، پیشانی فرق شکسته، عمود آهنین خورده، چشم تیر خورده، دست پا غرقه، خون از بدن رفته، حال نداره، آتش غالب شده، دوباره سر رو میذاره، دوباره میذاره زمین. این برادرم چرا اینطور میکنه؟ ببین عبارتو میفهمم، امروز کسی نیست بعد من سر شما رو به دامن بگیره. به زبان خودمون بیمرامیه. منم میخوام مثل شما، مثل رفیقم. یکی میره با امام رفیق میشه، چیکار داریم میکنه؟ میخوام من رو براتون بخونم. پس از 3 روز محاصره مجروحین و برخی رزمندگان از ابراهیم طلب آب کردن. چرا رسیدن به این اسم عباس؟ فرید ابراهیم که خود از همه تشنه تر بود و در تقسیم قمقمه ها سهم خود را هم به دیگران بخشیده بود، شرمنده آنها شد و تصمیم گرفت از کانال بیرون رفته و برای آتش بچه ها کاری بکنه. بعد غروب از کانال خارج و حوالی صبح با چند قمقمه پر از آب برگشت. ابراهیم گفت برای پیدا کردن آب تا نزدیکی های تپه های دوقلو رفتم، نیروهای خودی را هم در حال جنگ با بعثی ها دیدم. با تعجب گفتم تا آنجا رفتی؟ پس چرا برگشتی؟ تو که فرار کردی از مخمصه، پس چرا برگشتی؟ و آرزوی ابراهیم که همه تون میدونید این یه اساسنامه، با هم یه بار دیگه مرورش کنیم. دوست دارم شهید شوم، اما خوشگلترین شهادت را میخواهم. همراه با عشق ادامه میده، دوست دارم چیزی از من نماند، مثل ارباب بی کفن قطع قطع شوم. اصلا دوست ندارم جنازم برگرده، مثل مادر سادات نمیخواهم مزار داشته باشم، مثل ارباب بی کفن. اگر جایی بمانی که دست احدی به تو نرسد، کسی هم تو را نشناسد، خودت باشی و آقا مولا هم بیاید سرت را به دامن بگیرد. این زیباترین شهادت است. این ما و این انسان های 9400 سال پیش که هم عصر ما، و نه ابراهیم 30 سال پیش که حججی پارسال شدنیست، میتوانیم اگر یک رفیق شهید داشته باشیم. میدانید رفیق محسن حججی که بود؟ ابراهیم هادی، صلوات الله علیه.